سلام شاگرد عزیز، خوب هستین؟ صحت مند؟ دیروز بخیر گذشت؟ انشالله که عافیت و تن داشته باشین. درس گذشته ما درس چندم ما بود؟ 22 بود. کدام حرف؟ حرف ه. حرف ه. چند شکل داشت؟ دو شکل داشت. شکل نیمه و شکل پوره. گفتم شکل نیمه تا کدام قسمت میه؟ در اول کلمه و در وسط کلمه. حرف ه پوره ما در کجای کلمه میاد؟ در قسمت آخر کلمه میاد. ه مثل حلوا. مثل حلوا در کجا آمد؟ در اول کلمه آمد. خب من براتون کارخانگی داده بودم سه کلمه را، روح، حلقه، حولی. ببینم هجا کردین؟ آفرین آفرین، بسیار خوب. پس کدام مشکل در درس گذشتن نداریم. میایم درس جدید ما رو شروع میکنم. درس جدید ما موضوعش یا عنوانش هست ما در کشور زیبایی زندگی میکنیم. ما در کشور زیبایی زندگی میکنیم. صفحه 109 کشیدین کتاب ایتانه؟ درس 23. خب در تصویر چی میبینین شاگردان؟ چی گفتن؟ گفتم ما در کشور زیبایی زندگی میکنیم. کشور ما کجاست؟ افغانستان. افغانستان. افغانستان بسیار جای زیبایی داره. دیدین؟ مثل؟ پغمان. مثل پغمان. مثل؟ قرغه. قرغه. جای دیدنی سیاحتی داره نه؟ گفتم حرفی را که امروز میخوانیم حرف قین است. قین ما همانند عین چند شکل داره؟ چهار شکل داره. قینی که در اول کلمه میاد، قینی که در وسط کلمه میاد و قینی که به تنهایی در آخر کلمه میاد و قینی که در آخر کلمه همراه با حروف میاید. در جدول الفا قین نوشته میشه ولی ق تلفظ میشه، فهمیدین؟ مثلا میارمش در کلماتی که جمله جور کردیم. مثلا میخوانیم افغانستان، کدام قین آمده؟ قینی که در وسط آمده. افغانستان زیبا خانه ما از، دوباره میخوانم، افغانستان زیبا خانه ما از. دیدین؟ من براتون هجا کردم میخوانم افغانستان. افغانستان زیبا خانه خانه ما ما است. فهمیدین؟ آل کلمه بخونین. افغانستان زیبا خانه ما است. اینجا حرف قاف ما بعد از کدام حرف آمده؟ بعد از حرف ف. بعد از حرف قاف کدام حرف آمده؟ الف آمده. میشه افغانستان. خب کدام مشکل در حرف در این جمله ندارین؟ یاد گرفتین؟ خب حالا میایم حرف قین اشاره آسمانی میکنم براتون. خوب سعی کنین اول قینی که در اول کلمه میایه سعی کنین. دیدین؟ یک نقطه داره. دیدین؟ این قینی بود که در اول کلمه میاد. قین وسط رو براتون نوشتم میکنم. سعی کنه خط صاف میاد بازه تا نقطه. باز قینی که به تنهایی در قسمت آخر کلمه میاد. دیدین؟ باز قینی که در آخر همراه با کلمه میاد. سعی کنین؟ میچسبه یعنی به کلمه. قین. الان براتون اشاره زمینی رو میکنم. خب اشاره آسمانی رو یاد گرفتین، انجام دادین. حالا میایم اشاره زمینی رو، قینی که در اول کلمه میاد سعی کنین. از کدام سمت شروع کنم؟ از سمت راست و چپ. یک نقطه دارم. قین اول، قینی که در وسط کلمه میاد سعی کنین. دیدین؟
آلقه اینی که به تنهایی داخل کلمه میاد. خوب سعید کنین؟ یک نقطه دارم. و قینی که به داخل کلمه میاد همراه با حروف. دقت کردین؟ کدام مشکل ندارین؟ شما منجام بتن ببینم؟ خب، گفتم در هر حروف قین من دو کلمه را براتان به طور مثال هجا میکنم. کلمه روغن و کلمه مشغول. قین میبینین در کجا آمده؟ نه، وسط. اینجا؟ در وسط آمده. من کلمه روغن را هجا میکنم. خوب متوجه باشین؟ روغن. چند بخش داره؟ دو بخش داره. آفرین. هجا صدا کشی میکنم. ر او ق ا ن. چند حرف شد؟ پنج حرف شد. مشکل نیست. میایم سر کلمه مشغول. 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 چند بخش شد؟ دو بخش شد. صدا کشی میکنم. م ا ش ق او ل. چند حرف شد؟ شش حرف شد. سعی کنین در کلمه روغن وقتی بخشش کردم رو غن صدا کشیش کردم ر او ق ا ن. کلمه مشغول. مشغول. م اش ق او ل. خب همراهی من تکرار کنین. رو غن. چند بخش شد؟ دو بخش شد. صدا کشی میکنم. ر او ق ا ن. میایم کلمه مشغوله. مشغول. م ا ش ق او ل. خب در درس امروز ما کدام حرف خواندیم؟ حرف قینه. چند شکل داره؟ چهار شکل داره. قینه اول اول کلمه میاد، قینی که در وسط کلمه میاد، قینی که به تنهایی داخل کلمه میاد و قینی که داخل همراه با حروف چسبیده می باشم. دیگه قین میگیمش در جدول. قین میگیمش وقتی که تلفظش میکنیم چی؟ ق. سه کلمه براتان میتونم صفحه 110 کتابای تانو ببینین. سه کلمه آخره بگیرین. روغن، مرغ، مرغابی. این سه کلمه را هجا کنین. همین شکلی که هجا کردم از درس امروز هم در کتابچه‌های تان نوشته کنین. کدام سوالی ندارین؟ مشکل ندارین؟ درس امروز یاد گرفتین؟ خب تشکر از شما.